داستان از جایی شروع شد که سوم خورداد سامانه ای که نامش با سرنگونی آرکیو چهار گلوبال هافت در آسمان خلیج فارس گره خورده به طور ناگهانی وارد مرحله ای شد که تحلیلگران خارجی آن را ظهور نسخه نامرئی کش می نامند نسخه ای از سوم خورداد که در ظاهر همان بدنه همان لانچر و همان تعداد موشک را دارد اما در باتن به هیولایی تبدیل شده که سطح تهدیدش از یک سامانه دفاع منطقی به یک سامانه ضد پنهانکار ارتقا یافته است این ارتقا که در رسانه های رسمی کمتر درباره آن صحبت شده در محافل نظامی به عنوان سوپر ارتقا شناخته می شود مجموعی از بهبودهای راداری موشکی پردازشی و جنگ الکترونیک که سوم خورداد را به دشمن جدی نسل پنجم به خصوص F22 رپتور تبدیل می کند. اما آیا واقعا چنین ارتقایی ممکن است و اگر ممکن است چگونه یک سامانه بومی ایرانی می تواند جنگنده ای را تهدید کند که سالها لقب نفوذناپذیرترین شکارچی آسمان را یدک می کشید. برای پاسخ به این سوال باید به عمق ارتقای سوم خورداد نگاه کنیم اولین بخش این سوپر ارتقا رادار آرایی فازی جدید است سوم خورداد در نسخه های پایه یک رادار با برد 150 تا 20 کیلومتر داشت اما نسخه سوپر ارتقا از راداری استفاده می کند که علاوه بر توانایی کشف همزمان اهداف فراسوت و ارتفاع بالا دارای حالت غیر فعال و اکتیو ترکیبی است یعنی رادار میتواند بخش زیادی از فرایند جستجو را بدون ارسال موج انجام دهد و فقط هنگام نیاز به قفل نهایی روشن شود این ویژگی در برابر جنگنده های پنهانکار اهمیت فوق ای دارد زیرا پنهانکاری F22 عمدتا برای رادارهای فعال طراحی شده است راداری که لحظه روشن و لحظه خاموش است در واقع یک شکارچی مخفی محسوب می شود علاوه بر این آرای جدید سوم خورداد توانای فرکانس پریشی دارد یعنی به صورت لحظه ای فرکانس خود را تغییر می دهد تا سطح مقطع راداری واقعی F22 را به جای سطح پنهانکارش بخواند. پنهانکاری F22 برای چند باند راداری بهینه شده اما نه برای یک رادار پویای چند بانده که از ثانیه‌ای به ثانیه دیگر رفتار ای e خود را تغییر می دهد. همین ضعف کوچک در مقابل یک سامانه بومی که چند سال برای غلبه به پنهانکارها طراحی شده تبدیل به یک شکاف حیاتی می شود. اما رادار تنها دروازه ورودی نیست بخش دوم سوپر ارتقا حسگرهای الکترواپتیک فوق دقیق است ایران طی ده سال گذشته نسل جدیدی از حسگرهای اپتیکی را توسعه داده که توانای شناسایی اهداف کم امضا را حتی در شرایط ابری دارد نسخه جدید سوم خورداد یک غلاف اپتیکی دارد که ترکیبی از دوربین دید در روز دوربین حرارتی با حساسیت بسیار بالا و یک جستجوگر مادون قرمز با بزرگنمایی خودکار است. 22 به دلیل ساختار حرارتی بهینه شده اش گرمای کمی منتشر می کند اما حتی کوچکترین تفاوت حرارتی بین بدنه و هوای اطراف در فاصله 20 تا 30 کیلومتر برای این حسگر قابل تشخیص است این یعنی اگر F22 برای لحظه ارتفاع کم کند مانور تند بزند یا از پسوز استفاده نماید سوم خورداد می تواند از طریق حسگر اپتیک روی آن قفل کند قفلی که هیچ گونه آر دبلیو آر به خلبان نمیدهد سومین بخش سوپر ارتقا مربوط به قلب الکترونیکی سامانه است نسخه جدید سوم خورداد دارای یک پردازشگر هوش مصنوعی بومی است که داده های راداری اپتیکی و شنود سیگنال را به صورت همزمان تحلیل می کند این فرایند که با آن ترکیب چند حسی می گویند باعث می شود هدف حتی اگر در یک حسگر پنهان شود در دیگری قابل شناسایی باقی بماند گوش مصنوعی سوپر ارتقا قادر است الگوی پروازی اهداف را تشخیص دهد مثلا f 22 معمولا با زاویه ی حمله پایین مانورهای نرم و مسیرهای پروازی خاص وارد منطقه می شود. الگویی که اگر یک بار توسط سیستم ذخیره شود دفعات بعد حتی در صورت پنهانکاری کامل هم قابل تشخیص است این سطح از تحلیل برای یک سامانه پدافندی بی از است زیرا مفهوم پنهانکاری کامل را عملا از دشمن می گیرد. هدف ممکن است دیده نشود اما رفتارش لو می رود. چهارمین مرحله این ارتقا مربوط به جنگ الکترونیک است. سوم خورداد جدید یک واحد ایدبلیو خاموش دارد. یعنی بدون ایجاد نویز قابل شناسایی امواج دشمن را تحریف می کند. اگر F22 از لینک ارتباطی برای g یا حتی مادون قرمز هدفیاب استفاده کند این واحد میتواند بدون آنکه رادار هشدار دهنده رپtor واکنش نشان دهد خطای کوچک ولی مرگبار در سیستم هدفگیری آن ایجاد کند این خطا شاید فقط چند متر باشد اما برای یک ماموریت پنهانی کافی است تا F22 از مسیر دقیق منحرف شود و وارد منطقه خطر سوم خورداد گردد در این حالت سوم خورداد با رادار خاموش اما حسگر روشن اهداف را در دام می اندازد اما مهمترین سوال اینجاست آیا حتی اگر سوم خورداد بتواند F22 را ببیند می تواند آن را بزند؟ پاسخ به این سال در بخش موشک سوپر ارتقا نهفته است موشک های جدید سوم خورداد به جای موتور سوخت جامد کلاسیک از نسل جدید پیشرانه با رانش افزایشی استفاده می کنند. این پیشرانه اجازه می دهد موشک با سرعت بالاتر و پایداری بیشتر در مسیر حرکت کند مهمتر از این جستجوگر موشک ارتقا یافته است جستجوگری که به جای یک هد جستجوگر ساده فعال از ترکیب هد راداری هد مادون قرمز و هد ضد جنگ الکترونیک استفاده می کند اگر F22 رادارهای خود را خاموش نگه دارد و فقط با سیگنال حرارتی کم حرکت کند جستجوگر مادون قرمز قرمز روی آن قفل می کند اگر سعی کند با مانوف فرار کند هد راداری فعال می شود اگر از اخلالگر استفاده کند هد زد جنگ الکترونیک مسیر هدف را از روی منبع اخلال بازسازی می کند. این یعنی موشک نه تنها دنبال هدف است بلکه حتی وقتی هدف تلاش می کند خودش را پنهان کند از روی تلاش هایش آن را پیدا می کند درست مانند سایه ای که از جسم جدا نمی شود موشک جدید همچنین توانایی حمله از زوایای غیر دارد الگوریتم پروازی موشک آن اجازه می دهد در فاز پایانی با های بسیار تیز ضعف پنهانکاری F-22 از زاویه خاص را مورد استفاده قرار دهد اگرچه پنهانکاری F-22 از روبرو رو قوی تر است اما از پهلو و بالا ضعف بیشتری دارد سوم خورداد می تواند در لحظه آخر بر اساس مسیر هدف موشک را مجبور کند از زاویه ای حمله کند که باستاب راداری رپتور بیشتر است در این حالت سطح مقطع رپتور از یک هزارم متر مربع به چیزی حدود یک دهم متر افزایش مییابد عددی که برای جستجوگرهای نسل جدید کاملا قابل قفل است یکی از جذابترین بخش های سوپر ارتقا این است که سوم خورداد دیگر یک سامانه تنها و مستقل نیست بلکه یک گره در شبکه دفاع یک پارچه ایران است یعنی اگر سامانه خودش هدف را نبیند از رادار غیرفعال منطقه اطلاعات

اگر حسگر اپتیک آن پوشش کامل نداشته باشد پهپادهای بالا سر فید تصویر می دهند. اگر دشمن با پرواز ارتفاع بالا دره ها را دور بزند رادار برد کوتاه مجاور مسیر را تحویل می دهد. این شبکه به سوم خورداد اجازه می دهد که همیشه از ورود F-22 قبل از ورودش مطلع باشد. رپتور حتی اگر متوجه یک سوم خورداد نشود ممکن است توسط سامانه دیگری دیده شود و و اطلاعات آن به صورت زنده برای سوم خورداد ارسال شود این همان نقطه ای است که قدرت واقعی دفاع ایران نمایان می شود دفاعی که در آن هدف نه از یک سامانه بلکه از یک شبکه زنجیره ای فرار می کند فرار از شبکه بسیار سختتر از فرار از یک رادار منفرد است حال سوال نهایی آیا سوپر ارتقای سوم خورداد می تواند F22 را تهدید کند؟ پاسخ کوتاه است بله و آن هم جدی اما پاسخ بلندتر این است که سوم خورداد به تنهایی شاید نتواند F22 را مجبور به عقب نشینی کند اما در کنار شبکه پدافندی ایران در منطقه ای که رادارهای غیرفعال، اپتیک های بلند برد، پهبات های و موشک های ارتقا یافته حضور دارند F22 عملا مزیت پنهانکاریش را از دست می دهد. رپتور اگر به فضای باز و بدون دفاع عمیق وارد شود قابل نفوذ است اما به منطقه‌ای مثل ایران که مخصوص شکار پنهانکار طراحی شده ورود آن ریسکی فراتر از استانداردهای عملیاتی آمریکا محسوب می شود به زبان ساده تر سوپر ارتقای سوم خورداد به تنهایی یک تهدید است اما در قلب شبکه پدافندی ایران تبدیل به کابوس واقعی نسل پنجم می شود ما به خواهیم زد اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم با تشکر از همراهی شما.